درود بر شما همراهان کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حمله تند و جنجالی آقای پرویز پرستویی به نماینده های مجلس در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای پرویز پرستویی هنرمند خوب و مردمی ایرانی که با نگاهی به پیج اینستاگرامشون متوجه خدمات و کارهای خیر ایشون مخصوصا در مناطق محروم و در رابطه با کودکان بی سرپرست میشیم و به همراه پهلوان رسول خادم کارهای بسیار بینظیری انجام میدن در پستهای اینستاگرامشون هم گاهی حرفهای تندی میزنند مثلا با انتشار این ویدیوی دردناک از دو جانباز اعصاب و روان جنگ تحمیلی ایران و عراق نوشت این سکانسی از فیلم نیست اینها هنرپیشه نیستند نقش بازی نمی کنند خود خودشانند واقعی واقعی دست و پا و جسمتان را در میان خاکریزها و سیمخاردارها و میدانهای مینجا گذاشتید برای ایران زمین به راستی عشق فقط با شما معنی می شود. خاک و آسمان و مردم ایران تا ابد مدیون شماست که البته مردم واقعی همیشه قدردانتان هستند. وای به حال مسئولان بیمسئولیت و اختلاسگران و آنهایی که از قبل هشت سال جنگ و حضور شما و شهیدان چفیه هایشان را باز کردند و بار خود را بستند و رفتند و ماندند. و فقط سالی یک بار یک روز را به یاد شما و به کام خودشان جشن می گیرند و هزینه های هنگفت می کنند. آن هم نه برای شما برای پست و مقام بهتر و چپاول جانم فدای قطر قطر عشقهایتان جانم فدای صرفه های پی در پی خشکتان که نفسمان به نفس شما بناست آرزوی سلامتی برای یکایکتان با انتشار تصاویر تلخ و غمانگیزی هم از دستهای چاک چاک شده یک کودک کار نوشت پینه ها و چاک های دستانت بوی نان میدهد چشمان همیشه نگرانت بغض فرو خورده شانه کوه را میلرزاند لرزاند. می بوسم زخم های دستان زحمت را با عشق به امید روزی که زخم های دستانت التیام یابد و قلم به دست بگیری و درس زندگی را هم به هم نسلان و نسل های آینده بیاموزی. به امید روزی که فقر ریشه کن شود. حق به مقدار برسد و به جای بغز آرامش و لبخند بر چهره مهربان و پاکت برگردد و سفره نانت که با عرق جوین تهیه شده رنگ بهتری به خود بگیرد. با انتشار تصاویر بسیار دردناک و غمانگیزی هم از یک جانباز جنگ تحمیلی نوشت حاج رجبها را دریابی ما مدیون امثال حاج رجبها هستیم سال 63 وقتی 17 سالش بود یه ترکش به سرش خورد از همون زمان دیگه رنگ خواب رو به چشمانش ندیده و الان 33 ساله که دائما بیداره حاج رجب شهیدی نسب که 25 درصد هم جانبازی داره امروز مشکلات زیادی داره اون میگه بدتر از بیخوابی بی بیکاریه چندین بار درخواست شغل مثل نگهبانی رو دادم ولی کسی قبول نکرد حاج رجب که آرامشش رو برای وطن فدا کرده به خاطر فقر مجبور شده تو روستایی در حاشیه مشهد خونه بگیره و زندگی کنه ناراحت کننده است که بعضی ها میگن فلانی سهمیه شهید داره یا باباش جانبازی داره کنکور رتبه آورده یا میگن بابا اینا کلی پول از بنیاد شهید میگیرن میدونید این حرفها چقدر براشون آزار دهنده است آیا حاضر بودید جای بچه باشید؟ با انتشار این عکس هم نوشت خمیازه کفش هایم با جعل امضای حاج کازم صدیقی به حسابش پول واریز می شود متادین از درد و از بد روزگار در ملع عام و در هر کوی و برزن مواد مخدر مصرف می کنند ادعی از مردم در مناطق محروم سیستان و بلوچستان هویت رسمی یا همون شناسنامه ندارند شهردار تهران در پارک مسجد می سازد چه خبره کی به کیه چی به چیه حق کدومه ناحق کدومه عجب صبری خدا دارد با انتشار این عکس هم از سیل سیستان و بلوچستان و آواره شدن مردم فقیر و محروم اونجا نوشت کاشکی یکی امضای شما رو جعل می کرد یه خونه چهل متری به نامتون می زد در دو, دو داشتیم روز یه گاو کشیم غروب گوش نداشتیم با در بکشیم این آقا یه دن مال سلامی بیس روز یه دن مال گوش نایده بو اگه منم بخورن خانم منم بخورن به مورد در پست دیگه ای هم با انتشار صحبت های مرد شمالی که در مورد فروش نرفتن گوشت در قصابی ها گفته نوشت لطفا این فیلم کوتاه رو تا انتها ببینید سایه سنگین فقر بر گیلان سایه فقر شمال و جنوب نمیشناسه کویر و برهوت و جنگل نمیشناسه فقر فقر و خانمانسوز. فقر میتونه در سیستان و بلوچستان و برهوت باشه و میتونه در گیلان و مازندران سرسبز و چشمانداز دریا باشه به راحتی میتوان فقر را ریشه کن کرد به شرطی که ریشه زالو صفتان اختلاسگر و کسانی که بیجهت سر سفره بیت المال نشستند را خشکاند با انتشار عکس های برانگیز و خندهداری هم از صحن مجلس دوازدهم نوشت نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم حال که با رأی اندک جمعی از مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته اید و مراسم تحلیف را به جا آورده اید لازم است که بدانید شما نماینده کل ملت ایرانید نه نماینده معدود رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود یا نماینده معدود کسانی که به شما رأی دادند بدانید مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است. بدانید مجلس بالاترین مقام است و در رأس همه ارگان ها واقع است. بدانید رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که بخش عظیمی از ملت را این قش تشکیل می دهد باید در رأس برنامه ها باشد. بدانید لوایح و طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت است باید با سرعت تصویب شود بدانید اختلاف سلیقه و اختلاف رأی لازم است ولی نباید باعث اختلال در خدمت رسانی به مردم و وضع قوانین و نظارت بر عملکرد مسئولین و مجریان شود توصیه های ضروری مجلس جای تفریح و استراحت نیست. چشم و امید ملت به شما نمایندگان است. مثال یک مسئولین راهنمایی و رانندگی توصیه می کنند که اگر کمبود خواب دارید رانندگی نکنید. چرا که موجب فاجعه برای خود و اطرافیانتان خواهید شد. پس اگر کمبود خواب دارید در جلسات مجلس شرکت نکنید. دو هنگامی که سخنران پشت تریبون است با دقت گوش کنید و از راه رفتن در صحن مجلس و گرفتن عکس یادگاری از هم بپرهیزید. سه هنگامی که سخنران صحبت می کند پشت به او با دوستان نماینده اختلاط نکنید چهار. در جلسات مجلس با موبایل بازی نکنید 5 در مجلس صندلی به اندازه کافی با ذکر نام و شماره موجود است از نشستن بر روی زمین خودداری کنید 6 یادتان باشد بعد از تایید صلاحیت چقدر برای جذب رأی تلاش و تبلیغ و بعضن هزینه کرده اید پس بعد از انتخاب هم دست از تلاش برای دفاع از حقوق حقه ملت شریف بر ندارید ساده بگویم شما نماینده مردم هستید نشود حکایت ما که خرمون از پل گذشت و بلیتمون برد پس این گوی و این میدان توضیح عکس هایی که در این پست مشاهده می کنید از خود مجلس بیرون آمده و مربوط به ادوار گذشته است امیدوارم دیگر شاهد چنین صحنه هایی نباشیم مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر مطلع بشید.